شما از دیدگاه شما سبب های ما یه سفر در حقیقت داشتیم اولین دور مذاکرات در تهران استاد هم همراه ما بکنم در هواپیما ما هم بکنم تر صحبت کردیم ما رسیم تهران استاد داستی و حبیاتون باشد رئیس هیئت برحال هر دو طرف به لحاظ حدیثه هستش اون طرف هم که دولت هست و مثل دو تا در حقیقت قطب مخالف چون قبلا هم در دور مذاکرات برگزار شده بود در مسکو برای دنبال این بودیم که چطور در تهران یک راه حل پیدا بشه. اینها باز چیزی است که جای نوشته نشده، جای گفته نشده، انشاءالله برحال نواینده هم در خاطرات من میاد. بعد بیگاه که رسیدیم استاد نوری هم در تهران بود و من یادم میاد که رفتم نزد استاد گفتم که استاد من یک کاری کردم میخوام شما تیار هستید؟ گفت چی؟ گفتم من میخوام به شما و آقای عبدالمجید داستیو قبل از این که هیئت ها همدیگر بینن صبح بر وقت ساعت 6:30 همدیگر بینیم. گفت کف نیست برای صلح و امانی در کشور من در همه کار تیارم. بعد میشه آقای دستیوف آمدن، آقای دستیوف هم تیار دادم و قرار شد که یکان کسی نداند، نه خبرنگاری بدانم نه یکان کسی هم تیاریان باشد. برها صبح بر وقت من آمدن این دو کس رو گرفتم بردم یک جایی برها خدا رحمتی استاد نوری هم برها اونجا بردیم هر دوتا رو. شاید برای این عجایب باشد برای 5-6 دقیقه اول خب من نشستم در اون جمع از این دوتا هم بودن چون به هر قبل از اونش مذاکره به اینشون صورت نگرفته بود هیئت‌ها خبر نداشتن که من همچه کاری کردم. در حال ما وارد اتاق شدیم به 5 دقیقه من صحبت کردم و بعد آمدن بیرون شاید برای 1.5-2 ساعت اونها گپ زدن و دل من تاپ تاپ میکرد از اینکه چی میگذره در داخل اتاق. ولی خوشبختانه وقتی از اتاق آمدم بیرون من دیدم هر دو چهره بسیار بسیار شاداب هست از این بابت که همدیگر رو واقعا فهمیدن. شاید اونجا بود که من امیدوار شدم که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید که هرچه اون فرمالیتی مدرکی نمیدونم پیچیدگی های صحبت ها و اینه جای خود دارد مثلا من خب طول کشید و چند دورم داشتیم اما هر دو ثابت کردن که خوشبختانه برای صلح و صلاح دلشان واقعا میتفرد برای اینکه میخواهند در کشور آرامش باشه.